سلام جمعه و شنبه یک و دوی شهریور 98 23 و 24 آگست 2019 میلادی گوهر عشقی مادر دلاور ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویسی که زیر شکنجه کشته شد در نامه ای به آقای ترامپ درخواست کرد که اول شهریور روز تولد ستار بهشتی به عنوان روز دوستی مردم ایران و آمریکا نامگذاری بشه آقای برایان هوک مسئول گروه اقدام ایران در وزارت خارجه امریکا هم طی ویدئویی اعلام کرد 23 آگست یعنی اول شهریور روز دوستی ایران و آمریکاست این اقدام بسیار شایسته گوهر عشقی و متنی که در این گفتارش هست که در واقع خواستار دوستی و صلح برای همه ملت ها و همه کشورها میشه و اینکه آقای خامنه ای از روزی که دست در جان و مال مردم کرده مرده یکی از اون کارهای درخشان است که صورت گرفته و جا داره که مورد حمایت همه مردم ایران باشه که خواستار دوستی و آرامش و زندگی سلحامیز با تمام مردم دنیا هستند و مشی و روش جمهوری اسلامی ایران رو نمی پسند. اما در همین چهل و هشت ساعت گذشته اخبار سرکوب بخش های مختلف جامعه ایران به تنهایی خودش یک سیاهی بلنده مرزیه امیری خبرنگار شرق به ده و نیم سال زندان در دادگاه بدوی و 140 و هشت ضرب شلاق محکوم شده کیو مرسی مرزبان که از سال گذشته بازداشت شده بود تنز نویس به 23 سال زندان محکوم شده نوشین جعفری عکاس سینما و تئاتر از دوازده امرداد در زندان و تازه دیروز اجازه پیدا کرده با خانوادش تلفنی صحبت کنه و حسن سعیدی عضو سندیکایش کارگران شرکت واحد به 5 سال زندان محکوم شده جالبه که حسن سعیدی غیر از محکومیت پنج سال زندان و محرومیت از فعالیت اجتماعی به محرومیت از داشتن تلفن هوشمند هم محکوم شد این روزها حکومت سعی میکنه که با چنگ و دندان نشون دادن به زندان انداختن فعالین مدنی زندان و دستگیری خبرنگاران برای اینکه صدای مردم ایران نباشند شدت بخشیده و با ایجاد ترس و وحشت امیدواره که اعتراضات مردم خاموش بشه اما مشکل اساسی مردم که حکومتی رو نمیخوان با فقر و گرسنگی سر میکنن رکود و تورم کشور رو فرا گرفته و فساد گسترده در بالاترین سطوح حکومت هر روز یک خبر تازه رو مطرح میکنه علتی است که با سرکوب از بین نمیره و اعتراضات ادامه پیدا میکنه کارگران شرکت اعلام کردند که از اول امسال تا کنون یعنی پنج ماه اول سال تنها ماه خورداد توانستند حقوق کامل دریافت کنند و مطالبات معوقه حتی از سالهای گذشته دارند اما نشست گروه هفت کشور صنعتی در فرانسه در شرایطی آغاز شد که بسیاری کسان مطالب مهمی رو که در اون مطرحه راجع به صحبت کردند از جمله مسئله برجام و مسئله ایران در دستور کار سران هفت کشور صنعتی قرار داره آقای مکرون عنوان کرده که با آقای ترامپ قبل از نشست صحبت کرده و در خصوص برجام و یافتن راهکار با او به گفتگو نشسته هنوز از محتوا و اینکه چه چیزی از این گفتگوها بیرون خواهد آمد خبری در دست نیست اما در سوی دیگه آقای نتانیاهو در اظهار نظری سریح عنوان کرده که هر کجا در خاور میانه لازم باشه به موازه جمهوری اسلامی ایران حمله میکنیم او گفته در غزه لبنان سوریه عراق موازه جمهوری اسلامی رو بهش حمله خواهیم کرد و خبر میرسه که حتی احتمالا به زودی در یمن هم به حوسی ها و طرفداران جمهوری اسلامی ممکن است اسرائیل حمله کنه اما امیر توحید فاضل خبرنگار موج که به سپاه و محافظ نزدیکه و همراه آقای ظریف در سفر سوئد بوده از تیم جدا شده در سوئد مانده و خبرهایی رسیده که تقاضای پناهندگی کرده و اما جناب سردار حمید خرمدل فرمانده سپاه کهگیلویه و بویر رحمت فرمودند که خیالتان راحت در انتخابات حضور فعال خواهیم داشت با امید پیروزی ایران و ایرانی